سلام. در سند گاهی اوقات نیازه که یک خط به صورت لحظه‌ای کار کنه، یعنی وقتی شستی فشار داده میشه کار کنه، زمانی که دست از روی شستی برداشته میشه خط و مدار بیبرق میشه. در این ویدیو در مورد روش ترسیم مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور لحظه‌ای به صورت مداری با نرم افزار و شماتیکی صحبت می کنم. اگر علاقه من هستین ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. بابک رنجبر هستم و شما ویدیوی راه اندازی موتور لحظه‌ای را از کانال بابنک رو تماشا می‌کنید. اگر به این نوع ویدیوها علاقه دارید و تا الان کانال را سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید و نظرتون رو با من در کامنت‌ها در میان بگذارید. بدا برای رسم مدار به سراغ نرم افزار کدیسیمو میریم و اولین چیزی که نیاز داریم خط سفاز نیاز داریم که همونطور که مشاهده میکنید خط سفاز L1 L2 L3 رو برای مدار قدرت میاریم. ما همیشه اول مدار قدرت رو رسم میکنیم و سپس مدار فرمان رو. یک تکفازی هم برای مدار فرمان میاریم. تجهیز بعدی که آوردیم یک فیوز سفازه که به عنوان کلید مینیاتوری استفاده میشه و در نهایت تیغه های کنتاکتور آوردیم که کای امه و در انتها موتور میاریم که مشاهده میکنین U1, V1, W1 سفازیه که باید بس بشه و PE سیم ارده. سپس به سراغ سیم بندی میریم و مدار رو تکمیل میکنیم. فقط باید اینو بدونیم که از همین سیمی که گفته شده استفاده کنیم و از اون یکی سیم استفاده نکنیم چون که مدار اشتباه میشه. حال به سراغ نامگذاری میریم. اومدیم گفتیم فیوزها رو از F استفاده میشه، پس فیوز اولی رو F1 میذاریم. مدار کنتاکتورش تیغه فرمان تیغه قدرتش K1 و موتور چون که یک موتور داریم از M1 استفاده میکنیم. در مرحله بعدی به سراغ مدار فرمان میریم. داخل مدار فرمان باز نیاز به یک فیوز داریم که فیوز برای همون کلید مینیاتوری تکفاز ماست و سپس باید یه دونه شستی استوب بیاریم که شستی استوب تیغه نرمالی کلوزه و در نهایت شستی استارت که تیغه نرمالی اوپنه. و همجور که مشاهده میکنی تیغه استوب 11-12 پایهاش و تیغه استارت 13-14. بعد به سراغ بوبین کنتاکتور میریم. همونجور که میبینی تمام بوبین ها اینجا مشاهده میشه و ما یک بوبین کنتاکتور معمولی میبریم و در نهایت به سراغ سیم بندی اون میریم. اما قبل از اون نیازه که ما یک نول بذاریم تا بتونیم مدارمون رو کامل تکمیل کنیم. و به سراغ فیوز ها میریم. فیوز F1 ما داشتیم، اینجا فیوز F2 میذاریم و شستی ها رو گفتیم با S نمایش داده میشه، شستی استوب S0 و شستی استارت و S1 نامگذاری میکنیم. بوبین کنتاکتور هم بعد هم نام بوبینی باشه که ما داخل مدار قدرت استفاده کردیم که K1 میذاریم. حالا اگر بیایم مدار رو اجراش کنیم مشاهده میکنیم که با فشردن کلید استارت موتور راه اندازی شده و با رها کردن شستی استارت مدار قطع میشه و این یک مدار راه اندازی موتور لحظه‌ایه که همزمان مدار قدرت و فرمان اونو مشاهده کردید. در ادامه به سراغ سیمبندی برای راه اندازی الکتروموتور به صورت لحظه‌ای میریم. ما داشتیم که در مدار قدرت تجهیزاتی که وجود داره کلید مینیاتوری سفاز کنتاکتور و بار الکتریکی که الکتروموتور سفاز ماست. جهت سیم بندی ما از هر سفاز به پایه‌های 1-3-5 کلید مینیاتوری وصل می‌کنیم و از کلید مینیاتوری به کنتاکتور و در نهایت از کنتاکتور به بارمون وصل می‌کنیم و
سیمبندی مدار قدرت در اینجا تکمیل شده. باید به این نکته اشاره کرد که ما از حفاظت هایی مثل بیمتال و کلید حرارتی فعلا استفاده نکردیم. اما برای مدار فرمان یا مدار کنترل تجهیزاتی که استفاده می شد کلید مینیاتوری تکواز، شستی استوب و شستی استارت که از یکی از فازهامون به کلید مینیاتوری وصل می کردیم، از کلید مینیاتوری به شستی استوب و از شستی استوب به شستی استارت و در نهایت شستی استارت رو برای فعال سازی سیم پیچ کنتاکتور استفاده می کردیم و از پایه 4 شستی استارت به A1 وصل می کردیم و در نهایت A2 رو به 0 اتصال می کردیم. در اینجا تکمیل شده مدارمون و فقط برای راه اندازی نیازه که شستی استارت رو بزنیم و تا زمانی که دستمون بر روی شستی استارت باشه موتور کار کرده و زمانی که دستمون روی شستی استارت برداشته موتور استاپ میشه و این مدار راه اندازی یک الکتروموتور به صورت لحظه‌ای بود. در ویدیوی بعدی ما به راه اندازی موتور به صورت دائم میپردازیم و میگیم که چه تفاوتی با راه اندازی موتور به صورت لحظه‌ای داره. این ویدیو رو لایک کنید و در کامنت ها بگین که چه تفاوتی بین راه اندازی موتور لحظه‌ای و دائم وجود دارد.